تشکر میکنیم از استاد معظم و امام جمعه اسلام آباد و بزرگ همه ما جناب آقای شیخ محمد شفا نجفی که از بیاناتشون استفاده کردیم. جناب آقای جاوید شیرازی یک پیشنهادی دارن و میگن در عرض یک دقیقه اونو میخوان رای بدن. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به آقایان خیر مقدم میگیم. در حقیقت وقت هم نداریم، ولی عقب ماندگی مدارس ما از جایی که نظام فرسوده، نظام ارثی مدارس ما جای خودش، ولی یکی از اسباب شهریه که نمایندگی رهبری میدند که شاید بعد از 8 ماه 10 ماه مثلا یک دفعه میدند و آن هم کمتر از 1 دلار به یک طلب شهریه میدند و شهریه سیستانی هم 0.5 دلار و این شهریه است که از 2000 قبل میدادند، الان هم همان شهریه میدند. با این شهریه که میدند، آیا شما توقع دارید که مدارس ما پیشرفت کند؟ طلاب بیاین به طرف مدارس و تحصیل علم کنند؟ هیچ وقت نه. ما از آقای عباسی میخواهیم که این دغدغه ما را برساند به رهبری که این نمایندگی عوض بشه، شهریه از به طرف این سیستمی که المصطفی داره از این راه، چون المصطفی مدارس را تأمین میکنند. ما میخواهیم خلاصه به این یک سر و سمانی بدن و الا وضع بدتر خواهد شد و بهتر نخواهد شد، ولی لذا ما زیاد نمایندگی نمیخواهیم. توی پاکستان یک اداره هست المصطفی و ما هم از اینها میخوان که خلاصه این درد ما را برسانن. و السلام علیکم و رحمت الله. من یک نکته کی طرف توجه دلانا چاہوں گا کہ بعض احباب جلدی میں حال میں تشریف لائے ہیں، لیکن گیٹ پر جو رجسٹریشن ہے یا فارم فل کرنا تھا وہ اسے بھول آئے، جلدی میں توجہ نہیں کی، تو انشاءاللہ تعالی توجہ فرمائیں اور اس کام کو انجام دیں تاکہ اس کے جو آثار و برکات ہیں اسے معلوم نہ رہیں انشاءاللہ. میں استدعا میکنم از جناب آقای برادر دکتر محمد اعجاز نگری کہ تشریف بیارن و در رابطے با مسابقات علمی مدارس سے پیوستے آئیون ماز ہمیں عذر خواہی میکنم اگے پیشنہاداتی بعض ہم اس انشاءاللہ جگہ بعض جلسے ہم دقائق کی جا ہستن ہم میتونید حضوری مطرح کنید ہم بصورت قطبی، اما بخاطر ان کے ما دیگے بعد سات چار بنامے دامے نہ داشتے باشے علماء مناتے کے دور تشریف آوردن و بعض ہم میخند بار گردن انشاءاللہ تعالی عذر خواہی بندے رو بے پذیرن کہ شاید نہ کنیم از ہمیں انجا دعوت کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ضمن عرض تبریک بمناسبت ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشریف، اللهم صل على محمد وآل محمد، تشریف آوری ریاست محترم جامعۃ المصطفی العالمیہ حجۃ الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عباسی و استاد گرامی حجۃ الاسلام والمسلمین جناب آقای عبدالمجید زہادت و هیئت همراه و قدوم مبارک شما علماء و سرگران سروران گرامی را گرامی می‌داریم.
رسالت جامعۃ المصطفی العالمیہ تقویت مدارس دینی کشور است. البتہ سروران گرامی مستحضر هستند که ما در کشور پاکستان برخی مدارس داریم به نام مدارس تابعه که جامعۃ المصطفی خودش اداره می کند و برخی مدارس مدارس پیوسته هست که نظام آموزشی آن مدارس با نظام آموزشی جامعۃ المصطفی پیوسته هست و برخی مدارس همکار داریم که نظام آموزشی المصطفی را اجرا نمی کند اما به عنوان یک حوزه علمیه جامعۃ المصطفی حمایت می کند. برای حصول این هدف بزرگ که تقویت مدارس دینی هست، جامعۃ المصطفی با تفاوتی نسبی، یعنی چون تابعه هست و پیوسته و همکار هست، با یه تفاوت نسبی در زمینه پذیرش و در زمینه الزام استاد، تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی، قرآنی، پژوهشی مدارس با مدارس همکاری دارد. سال گذشته، تابستان سال گذشته، ما در کل کشور، ایالت های سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت و بلتستان و کشمیر سرکشی کردیم. حدود 70 مدارس همکار را از نزدیک دیدیم، وضعیت را بررسی کردیم. تعدادی از اساتیز حتما تو این جلسه شاید حضور داشته باشند. ما بررسی کردیم و نظام آموزشی جامعۃ المصطفی العالمیه را، نظام مقاطع و نظام سطوح را ارائه کردیم. نظام سطوح چیه؟ نظام مقاطع چیه؟ و المصطفی درها را برای همه مدارس باز گذاشت که در هر زمینه ای که مدارس همکار بخواهد، المصطفی آمدگی خود را اعلام نموده است. و در نتیجه همین بازدیدها در کل کشور، 3 مدرسه همکار موافقت پیوستگی خود را اعلام نمود که یعنی میخواد به المصطفی ملحق بشود. و بعضی از سروران گرامی فکر میکنن که برای مدارس خاصی مثلا المصطفی همکاری دارد. این طوری نیست، بلکه المصطفی برای جامعۃ المصطفی همه مدارس یکسان است. هدف تقویت حوزه های علمیه کشور هست و می توانید با نمایندگی در ارتباط باشید و با شرایطی که مقرراتی که جامعۃ المصطفی دارد می تواند با مدارس از جهت تهیه متون درسی، تهیه دوره های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، قرآنی، تربیتی و همچنین در فن خطابت و مدیریت در برنامه های زیادی می تواند با شما همکاری داشته باشد. امروز با عنوانی که مشاهده می فرمایید، مدارس دینی، ارتقای مدارس دینی این کشور، مشکلات و راه حل ها و همچنین اختتامیه اولمپیاد مدارس علمی پیوسته جامعۃ المصطفی العالمیه هست. و ما سال گذشته یک اولمپیاد علمی را در مدارس تابعه خودمان برگزار کردیم، چون هدف همه ما تقویت حوزه های علمی است. ما از مدارسی که مستقیما خودش جامعۃ المصطفی آنها را اداره می کند آزمون جامعی گرفتیم که یه ارجیابی مدارس داشته باشند، اساتیز داشته باشند، مدیرها داشته باشند. و امسال به معنای یعنی یک سال هنوز نگذشته، یعنی دسامبر 1222 ما یه اولمپیاد علمی بین مدارس پیوسته برگزار کردیم. در این اولمپیاد حضور 900 نفر، بلکه بیش از 900 نفر ثبت نام کردند و 25 مدرسه پیوسته در این مدرسه شرکت کردند. در 300 سطح مبتدی، سطح متوسطه و سطح عالی، مقدماتی، متوسطه و عالی. و در هر سطحی
سطح مقدماتی برای طلابی بوده که دو سال در حوزه علمیه مشغول به تحصیل هستند، برای اونها در رشته ادبیات، در رشته احکام و عقاید. برای سطح متوسط کسانی که 4 سال در حوزه علمیه شاغل به تحصیل هستند، برای اونها هم در رشته های ادبیات، احکام و عقاید. و برای سطح عالی که طلابی که به مدت 6 سال یا بیش از آن در مدارس حضور دارند، برای اونها در 4 رشته ادبیات، فقه، اصول و عقاید آزمون برگزار کردیم. 1500 بلکه بیش از 1500 سوال علمی رو ما طرح کردیم، آزمون سختی هم گرفتیم، اما چون یک تجربه، اولین تجربه بود برای طلاب عزیز ما، بالاخره ارزیابی شدن. اما برای پیشرفت های بعدی انشاءالله این المپیاد مفید و مؤثر خواهد بود. بچه هایی که شرکت کردند و رتبه آوردند با همکاری و حمایت ریاست محترم جامعه المصطفی و همچنین نماینده محترم، ما برای نفرات اول در هر سطحی جایزه لپتاپ اعلام کرده بودیم. یعنی کسانی که در رشته ادبیات نفر اول، دوم، سوم خواهند شد، لپتاپ. همچنین در عقاید، احکام و در هر سطحی حدود 30 تا لپتاپ رو ما اعلام کرده بودیم. اما متاسفانه چون اولین ارزیابی بود، همه طلبه ها در همه سطوح این رتبه رو نتونستن کسب بکنن. اما طبق قولی که ما به مدارس و طلبه های عزیز اعلام کردیم، بر قول خودمان عمل میکنیم و بچه هایی که امروز و نفراتی که نفرات برتری که امروز تو این همایش و تو این جلسه حاضر شدن، انشاءالله ما از اونا تقدیر خواهیم کرد. ما امسال برنامه داریم که همین المپیاد علمی برای تقویت مدارس همکار، در مدارس همکار هم ما این المپیاد رو برگزار بکنیم، تا اینکه یک نهضتی برای پیشرفت به وجود بیاد و در کنار مدیران و اساتیز محترم ما هم کمککار و در کنار اساتیز و مدیران باشیم. از اینکه همه تون تشریف آوردید بسیار متشکرم. خداوند متعال همه علما، سروران گرامی و فارغ التحصیلان ما را در اهداف عالی خود موفق بدارد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد اعجاز نگری که در رابطه با مسابقات علمی مدارس پیوسته توضیح دادن. من بدون تاخیر و بدون هر نوع مقدمه درخواست میکنم از معذر سرور گرامی نماینده محترم جامعۃ المصطفی العالمیہ در پاکستان حضرت اسلام والمسلمین جناب آقای تهرانی که تشریف بیارن و مارو بے فیض بے رسانن بے ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله الطاهرين. بنده به سهم خودم عرض تبریک دارم. میلاد مولایمان، صاحبمان، آقایمان، حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و امیدوارم انشاءالله همه ما از بهترین یاران اون حضرت باشیم و بهترین یاران برای حضرت تربیت بکنیم انشاءالله. و همچنین خیر مقدم به یکایک شما سروران عزیز، نور چشمان گرامی،
حاصل عمر اساتید خودتون و نور چشم همه ما تبریک و خیر مقدم عرض میکنم. مختصر من انشاءالله مطالبی رو فهرست بار عرض میکنم. از بیانات خیلی از دوستان استفاده کردیم. سیاست‌های نمایندگی یکیش اینه که از همه مدارس شیعه حمایت کنه و همین رو داریم الان اجرا میکنیم و سالهای بعد گسترش میدیم. شما مستحضر هستید، مثلا المپیاد قرآن ما امسال 217 مدرسه مشارکت کرده. ما 40 تا مدرسه پیوسته داریم، 217 مدرسه شرکت کرده. ما ارزیابی قرآنی برای تربیت استاد قرآن 250 مدرسه را ارزیابی قرآنی کردیم و برای همه مدارس انشاءالله استاد قرآن اعزام میکنه از طلبای خودشون. و همچنین دوره‌های تربیت مدرس پژوهش و تربیت پژوهشگر امسال دوره‌های متعدد از بلوچستان برگزار شد تا گلگیت بلتستان و هیچ یعنی منحصر به مدارس پیوسته هم نبود. اعزام استاد برای همه مدارس داریم، یعنی هر مدرسه ولو همکار ما هم نباشه تقاضا داشته باشه ما اعزام میکنیم. اما سطح همکاریمون متفاوته، یعنی خب ما وقتی یه نفر مدرسهش پیوسته میشه ما تعهد میسپاریم بهش دیگه، المؤمنون عند شروطه هم ما تعهد میسپاریم اساتیدش رو تامین کنیم. برای مدارس پیوسته ما هر 18 طلبه یه استاد اعزام میکنیم، یعنی در واقع همه اساتیدشون رو میدیم. برای مدارس همکار مونده به جمعیتشون حداقل یک استاد، اگر جمعیتشون به 50 تا برسه 60 تا برسه دو تا استاد، بالای 100 تا باشه 3 تا استاد میده. مدارس غیر همکار حداقل یک استاد اعزام میکنیم که معمولا اینا تعداد جمعیتشون کمه، 20 نفری هم 25 نفری هم، اما یه دونه استاد. و عرض کردم که خدماتی که ارائه میدیم مثل همون پرورش استاد و اینا منحصر به مدارس پیوسته نیست و برای سال آینده این همچنان ادامه پیدا میکنه. ما تقویت یعنی دوره های تقویت استاد داریم. عزیزانی که میان تو ایران مدارسی که از اینا امتحان میگیرن، فارغ التحصیل مدارس شما گلایه‌مندن، بعضی از مدارس میگن اینا ادبیاتشون ضعیفه. خب ما یک استاد از اساتید فارغ التحصیل دکتری ادبیات عرب آماده شده تو قم تشریف میاره اینجا. دوره‌های تقویت استاد که آقای شیرافکن برای کل حوزه‌های ایران برگزار کرده ایشون برای شما برگزار می‌کنه، برای مدارس شما. یعنی دیگه قلشه دیگه، آقای شیرافکن که دیگه آقای شیرافکن از این آقا آموزش رو داده، امتحان گرفته 20 شده، بعد ایشون میاد برای مثلا مدیریت آموزشی. الان این دوره مدیریت آموزشی برای مدیران و معاونین تو سطح ایران هم برای همه اجرا نشده، ولی انشاءالله از سال آینده ما برای همه مدیران و معاون آموزشون اجرا میکنیم که مدرسه به روز باشه. یعنی مدیران فن مدیریت رو انشاءالله ممارست کنن. فن مدیریت مسجد، عزیزان من، این مطالبی که فرمودن امام جماعت و اینها، ما مدیریت هامون سنتیه ولی الان همه چی
فنی شده. تو ایران 40 سال کار شده برای مدیریت مسجد، در سطح دکتری فارغ التحصیل داره. ما عزیزانی رو فرستادیم همون تخصصی تبلیغ پیش همون دکاتره، 8 ماه دوره دیدن و حکم مربیگری پیدا کردن، سال آینده میان برای ائمه جمعه اینجا تو سراسر پاکستان دوره میذارن انشاءالله. و همچنین فن خطابه، خطابه ما سنتیه. فن خطابه یعنی شما یه مهارتی پیدا میکنی که مستمع زیاد میشه، علاقمندان چند برابر میشه، دعوت کننده ها چند برابر میشن. خب و و و ما فن رسا الان ثبت نام کردیم که مربی فن رسا، یعنی خوب روزه خوندن. اینجا مشکل یکیش اینه که آخوندهای ما خوب روزه، برای همین بازار زاکرین گرمه دیگه، اونا خوب روزه میخونن ما هم مثل اونا. خب ما استاد شو داریم تربیت میکنیم انشاءالله، سال آینده ما چند تا استاد فن رسا خواهیم داشت و اونا رو میاریم اینجا برای همه منبریامون، برای همه خطبا انشاءالله این فن رو تعلیم بده. و همچنین بقیه فنون دیگه وقت نمیگیرم. در رابطه با فارغ التحصیلان، ما خودمون رو موظف میدونیم در خدمت یکایک فارغ التحصیلان تو سراسر پاکستان باشه. برامون منطقه اصلا مهم نیست، هر کجا باشید ما برنامه داریم براتون، خدمتتون میرسیم، با شما هم فکری میکنیم. شما این فرمایی که امروز بهتون میدم پر کنید، انجمن تشکیل میدیم و گروه واتسابی درست میشه و ما با شما خیلی کارا داریم. فقط خواهش ما اینه که تو کارهای ما مشارکت کنید. اینم در رابطه با فارغ التحصیلم. من بیشتر از این وقت نمیگیرم. اینایی که عرض کردم شاید چند درصد از اون 100% برنامه است که برای شما عزیزان داریم. برای اینکه وقت نیست ما خودمون آماده میشیم برای اینکه از بیانات سرور مکرم حضرت، اینکه من عرض میکنم با عنایت عرض میکنم، حضرت آیت الله دکتر عباسی، ایشون گرچه هیچ مایل نیست این عنوان، به منم گفته این عنوان رو نگو، ولی اینکه ایشون 7 سال سابقه تدریس درس خارج فقه و اصول دارن، علی رغم اینکه ایشون رشتهشون در دکتری فلسفه بوده، در کارشناسی ارشد فیزیک دفاع کردن، در فقه و اصول مجتهد مسلم و صاحب کرسی نظر پردازی. خب من وظیفه میدونم چهره این شکلی رو معرفی کنم. انشاءالله از بیانات این سرور عزیز که یکی از برکات حوزه علمی هستند، که الحمدلله سرپرست و رئیس جامعه مساوی همچین چهره ایست، خدوم متواضع. و من اینایی که عرض کردم از ایشون معمولا نشنیدیم، از دیگران شنیدیم که مثلا ایشون چه مراتبی دارن. در هر حال انشاءالله استفاده میکنیم. دوستانم هر مشکلی دارن میتونم ما مطرح کنم، ما هم هر کاری از همون بر بیاد بین و بین الله براتون میکنیم. انشاءالله که خدای متعال هممون رو در راه خدمت به دین خودش، خدمت به جامعه اسلامی و شیعیان و خدمت به ولایت و آقامون حجت ابن الحسن سلام الله علیه هر روز بهتر از روز قبل موفق بفرماید. هدیه پیشگاه مقدس آقا رسول خدا امیر المؤمنین حضرت زهرا و ائمه معصومین به عنوان دستگل ولایت و تولد آقا حجت ابن حسن 3 صلوات بلند هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
میں ایک اجازت لینا چاہوں گا سر بزرگان سے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایک بڑی انجمن تشکیل دی تھی لیکن امور کی آسانی کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر علاقے سے ہمارے پاس ایک نمائندہ ہو تاکہ ان کے ساتھ ہم مل بیٹھیں, میٹنگ کریں کم از کم ان نمائندگان کے ساتھ, اور ان امور پر ہم فکری کریں اور ان کی آراء و تجاویز سے بھی مستفید ہوں, اور المصطفیٰ کا جو پروگرام ہے فارغ التحصیلان کے حوالے سے وہ بھی اس علاقے کے علماء کرام تک پہنچا سکیں. لہٰذا آپ سے یہ اجازت لینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہر علاقے سے ہم نمائندگان کا انتخاب کر کے آپ کو اطلاع دیں گے, پھر آپ اس علاقے والے علماء کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. اگر ان کی رائے ہوگی کہ ان کے علاوہ کوئی اور فرد ہو تو ہمیں کوئی اصرار نہیں ہوگا, لیکن ابھی ہم اپنی شناخت کی بنیاد پر کچھ احباب سے انشاءاللہ تعالی رابطہ کریں گے اور اس حوالے سے ان سے مدد لیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ بھی بزرگواری فرمائیں گے اور ان امور میں آسانی کے لیے وہ برادران ہماری مدد کریں گے. اگر آپ کو یہ تجویز قبول ہے تو ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. کیونکہ ہم مدارس کے نمائندگان نہیں لیں گے, علاقے سے لیں گے, لیکن علاقے والے علماء جمع ہوں گے تب ہمیں دیں گے, یہ ہمارا میں عرض کر رہا ہوں. میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ہم مثلا پنڈی ڈویژن ہے جی, ان کے علماء کو کسی وقت اکٹھا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, پھر وہ جو نام دینا چاہے ہمیں, لیکن ابتدائی طور پر جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ افراد ہوں جو اسی سلسلے کو منظم کر سکے تاکہ آپ باقاعدہ خود انتخاب کریں, ہم اس بات پر کوئی اصرار نہیں ہے, یہ اسی کا مقدمہ ہے تاکہ اس علاقے سے کوئی ہو اس علاقے کے دوستوں کو اطلاع دے کہ ہم کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں مل بیٹھ کر, پھر جس کو آپ چاہیں, ہمیں کوئی اس بات پر اصرار نہیں ہوگا. اس پر صلوات پڑھی ہوئی ان نے, تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اب اس سلسلے کے اختتام کی طرف ہم جائیں. من با عرض ارادت و ادب درخواست می کنم از محضر سرور گرامی و بزرگ ہمیں و ریاست محترم جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ و مہمان گرامی حضرت حضرت اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی کے تشریف بیارن و ہمیں مارا بے فیض برسانن. انشاءاللہ آپ استقبال کریں اپنے مہمان کا بآواز بلند صلوات. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد فعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. السلام على ربيع الأنام ونزرة الأيام, ایام میلاد با سعادت حضرت ولی عصر ارواح نافدا, بهار جهان, رویش زندگی و سرسبزی حیات, ذخیره خداوند در زمین, حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه را به شما سربازان و خدمتگزاران اون حضرت و همه حقجویان عالم تهنیت عرض می کنم. ایام بر شما مبارک بود.
خداوند را شکر می‌کنیم که در چنین اوقاتی این توفیق رو به ما عنایت کرد که در جمع شما عزیزان حضور پیدا بکنیم، با هم سخن بگوییم، مطالب ارزشمند شما رو بشنویم و به یاری خدای بزرگ به کمک هم برای پیمودن آینده این مسیر هم فکری کنیم. از دوستان عزیز و گرامی که این جلسه را ترتیب دادند، زحمت کشیدند برای اینکه این جلسه برگزار بشود، مخصوصا همکاران عزیز در نمایندگی جامعه المصطفی در پاکستان، برادر عزیز و ارجمندمون حجت الاسلام و المسلمین آقای دادسرشت تهرانی، معاونینشون، مدیرانی که کمک میکنند به ایشان و دیگر عزیزانی که نقش داشتند در برگزاری این جلسه و به ویژه عزیزانی که در حقیقت به لحاظ فضای برگزاری این جلسه میزبان جلسه هستند، حضرت آقای شیخ محسن علی نجفی و فرزندان و همکاران محترم ایشون. از همه اینها تک به تک سپاسگزاری میکنم و سلامت و موفقیت همشون رو از خداوند مسئلت دارم. بیش از همه بایستی از حضور شما عزیزان تقدیر و تشکر بکنم که محبت فرمودید، قدم رنجه کردید، برخی از دوستان از راه‌های دور زحمت کشیدند و تشریف آوردند. بایستی به نوبه خودم قلباً از همه شما عزیزان تشکر بکنم و دعای خیر داشته باشیم برای توفیقات بیشتر شما عزیزان. افتخار ما به عنوان المصطفی، یک مرکز علمی بین المللی، خروجی ها و تربیت یافتگان این مجموعه است. سربلندی ما شما هستید. دیدن شما به ما این افتخار را و این احساس عزت را می‌دهد که زحمت و تلاشی که دست اندرکاران و خادمان شما در المصطفی تحمل می‌کنند و تلاش می‌کنند که زمینه را و فرصت را فراهم کنند برای اینکه عزیزان ما از نقاط مختلف عالم بتوانند حضور پیدا کنند در کانون علوم اهل بیت علیهم السلام و عش آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. قوم مقدس این زحمت ها و تلاش ها رو ثمر بخش میبینیم و این برای ما احساس آرامش و افتخار ایجاد میکنه. وقتی میبینیم شما عزیزان هر کدامتان یک مشعل نوری هستید در یک نقطه‌ای و مشغول خدمت هستید و عمر با برکتتون رو در این مسیر قرار داده اید، خداوند رو شکر میکنیم و البته وظایفی هم بر عهده ما قطعا هست که بایستی به اونها بیشتر توجه بکنیم و بتوانیم در حد وسع خودمان انشاءالله در اون زمینه هایی که مسئولیت داریم پشتیبانی کنیم، کمک بکنیم برای اینکه شما بتوانید به نحو مناسبتری این خدمات رو در عالم در هر جایی که هستید انجام بدید. من یه دو سه کلمه و جمله در ارتباط با این مناسبت بزرگ، میلاد باهر النور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تقدیم کنم و بعد هم انشاءالله در ارتباط با المصطفی مدارس
علمیه، مدارس پیوسته و مسئولیتی که ما و شما به عنوان خادمان این مسیر، سربازان این راه بر عهدمون هست، انشاءالله نکاتی رو تقدیم کنم. میلاد حضرت ولی عصر ارواحنا فدا یک نکته را به همه ما یادآور می شود، اون باور اساسی و قلبی که ما داریم و در حقیقت فرق میان ما و بسیاری از انسانهای دیگری است که آرزوی یک جهان پر از عدل، پر از معنویت را دارند ولی نمی دانند که آیا این آینده محقق خواهد شد، نخواهد شد. و بسیاری از انسانهای حقجو و دردمند امروز در عالم وجود دارند که نگران بشرند، نگران مسیر زندگی بشر هستند که این کاروان به کجا خواهد رفت، عاقبت این عالم و این زندگی انسانها، جامعه بشری به کجا ختم خواهد شد. چون یک کسانی ادعا می کنند، داعیه دار این مطلبند که اون قبله آمالی که بشر به دنبال اوست، اون سرزمین آرزوها و رؤیاهای بشر همین است که امروز دنیای غرب و تمدن مادی و لیبرال دموکراسی ایجاد کرده، همین نقطه پایان آرزوهای بشر بوده. خب انسانهای فهیم، انسانهای هوشمند، انسانهای بصیر باور نمی کنند که بنا بوده حکمت الهی در خلق انسان، در خلق جهان این باشد که پس از هزاران سال حرکت تاریخ بشر انسان به این نقطه برسد و بگه خب اینجا دیگه پایان تاریخ است، نقطه نهایی آرزوهای انسان هاست، اون سرزمین رؤیایی انسان هاست، انسان ها همین رو میخواستن، به اینجا برسن. کی قبول میکند؟ کدام عقل سلیم و انسان منطقی این را، این وضعیتی را که امروز بشر بهش مبتلا هست، آرزوی انسان ها و اون وعده نهایی زندگی بشر می داند. البته نظریه پردازان دنیای غرب به شدت بر این مطلب تأکید می کنند که این لیبرال دموکراسی آخر خط بشر است. نگاه مادی به جهان و یک زندگی اجتماعی و نظام اجتماعی مبتنی بر سود و لذت و منفعت مادی، نتیجهش هم این شده که انسانها طی قرنها رنجها کشیده اند از استعمار، از ستم قدرتمندان، از ظلم ظالمان، امروز هم میکشند، امروز هم در نقطه نقطه عالم این رو میبینیم. نگاه غلط به حیات، به انسان، به جهان، نگاه ناقص، نگاه مادی، ندیده گرفتن ما بعد و طبیعه، ندیده گرفتن عالم بالا، عالم معنا، یک عالم مادی ناقص و طبعا بر اساس اون تنظیم یک زندگی اجتماعی مبتنی بر سود و ماده و لذت. و واقعا این میتواند حکمت خلق جهان و انسان رو تبیین کند. اینجا اون اشکالی که بعضی از ملائکه هم وارد میکردند و حقیقت این عالم را و هدف خلقت را، خلقت این موجود با عظمت و با کرامت را نمیتوانستند دریابند، اون اشکال وارد میشود.
خب اینا کیان آوردیم اینها لیفسدو فی الارض که فساد بکنن، سفک دماء بکنن، این بود؟ قطعا این نیست. یک بهاری برای این جهان هست، یک تراوتی برای این عالم هست، یک سبززاری در پایان حرکت تاریخ قرار دارد، یک افق روشنی برای انسان ترسیم شده که به دست انسان کامل و ذخیره خدا و بقیت الله محقق خواهد شد. این وعده خداست، وعده انبیاء خداست. خط انبیاء از اول به بشر این نهایت را، این پایان و فرجام تاریخ را وعده دادند، بشارت دادند. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آینده روشن انسان هاست، جهانی که با حضور انسان کامل به تکامل و به کمال میرسد. عقل انسان ها در چنان جهانی کامل میشود، فهمشون از حقیقت عالم، از مسیر انسان کامل میشود. مبدأ و مقصد عالم را اون زمان به درستی میشناسند و یک نظام اجتماعی مبتنی بر این نگاه اخلاقی و معنوی و الهی برای بشر شکل میگیرد. اگر این نبود، این آینده نورانی نبود، اصولا فلسفه خلقت، فلسفه حیات انسان در عالم زیر سوال بود. ما این افتخار رو داریم و از این نعمت برخورداریم که خداوند این اعتقاد را، این ایمان را، این باور را به ما عنایت کرده. دیگران شاید آرزوی این وضعیت رو داشته باشند، اما باور به این که چنین حقیقتی محقق خواهد شد، این یک واقعیت قطعی است، به این شاید نرسیدند، محروم از این پیامند. و این وظیفه ما و شماست که این پیام الهی را، این هدیه به انسانها را به همه بشریت برسانیم. این تکلیف ماست. ما که سرباز این راه و خدمتگزار این مسیر شدیم، وظیفه‌مون این است که این پیام را، این بشارت را به انسانها برسانیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. این تکلیفی است، به عهده ما، وظیفه ماست و البته افتخاری است برای ما که بتوانیم این پیام را در عالم منتشر کنیم. برادران عزیز من، هیچ کس در دنیای امروز در برابر این تمدن مادی سلطه‌جو وجود ندارد که بتواند یک نسخه دیگری برای حیات بشر، زندگی بشر ارائه کند جز این مسیر، جز این راه که شما افتخار سربازیش رو و خدمتگزاریش رو دارید. چنین نقش بزرگ تاریخی بر عهده شماست. این اون رسالت سنگینی است که برای و بر دوش همه ما سنگینی میکند. و البته یقین داریم، باور داریم، به وعده خدا ایمان داریم که این اتفاق خواهد افتاد، هیچ تخلفی در او نخواهد بود. دور یا نزدیک، ما باشیم یا نباشیم، اما اگر در این مسیر حرکت کردیم، قطعا در تحقق اون حقیقت ما هم سهیم خواهیم بود، به سهم خود و به اندازه خود. حوزه های علمیه امروز یک چنین رسالتی رو
بر دوش دارند، یک چنین پرچمی را بر دوش دارند. همین حوزه های علمیه ای که از حلقه های درس ائمه هدا علیهم السلام شروع شده و فراز و فرود فراوان در طی قرنها پیدا کرده و گاهی عالمانش خون خودشون رو فدا کردند تا این مسیر ادامه پیدا بکند. شهید اول، شهید ثانی، شهدای با عظمتی که در این راه جان مبارکشون رو تقدیم کردند. ما میراث بر یک چنین تاریخی هستیم. ما ایستاده بر چنین ریشه هایی هستیم، ریشه عمیق و عریق حوزه های علمیه. المصطفی شاید بتوان گفت آخرین حلقه این مسیر است. به برکت انقلاب اسلامی که پیام مکتب اهل بیت را به عالم عرضه کرد، این نگاه الهی را جهانی کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی حوزه های علمیه ما را، پیام ما را به عنوان یک اقلیتی که در یک گوشه‌ای افکار خودشون رو دارند، عقاید خودشون رو دارند، می شناختند. امروز همه عالم مواجه است با یک چنین حرکت بزرگی که داعیه دار اداره آینده جهان است و خود رو برای چنین آینده‌ای آماده می کند. حوزه علمیه‌ای که چنین رسالتی را امروز بر دوش خودش احساس می کند، تکلیفش بسیار متفاوت است با حوزه 50 سال قبل، 100 سال قبل. امروز بایستی متناسب با چنین مأموریتی برای حوزه های علمیه برنامه ریزی کرد. نگاهی با این عظمت و با این وسعت بایستی داشت. تاریخ این حوزه نشوندهنده پویایی این مسیر بوده است. عالمان بزرگ ما، سلف صالح ما، همواره و بر اساس نیاز و اقتضاعات و مسئله های زمان این حوزه را توسعه داده اند. اگر کسی بخواهد بر همون گذشته ها بماند و جمود بورزد، قطعا این حوزه توان ایستادن در برابر امواج دنیای جدید رو نخواهد داشت. ما بایستی حوزه علمیه ای پاسخگوی مقتضیات امروز، نیازهای امروز بشر طراحی کنیم. بعضی از دوستان سوال میکنند که این رشته ها و برنامه ها چیست که المصطفی طراحی میکنه؟ ما همون رسائل مکاسبمون رو بخونیم، ملا میشیم، کارمون رو هم انجام میدیم. اون بخشی از رسالت ماست. اگر بناست این حوزه ها، این حوزه های علمیه، پیام مکتب اهل بیت، طلایه‌داران اون ظهور عظیمی که بناست در تاریخ اتفاق بیفتد به تکلیفشون عمل کنند، امروز خیلی نگاهشون بایستی گسترده تر باشد. عرصه های خدمت ما و تکلیف ما بسیار فراتر از اون چیزی است که برخی تصور می کنند یا می کردند. بایستی برای یک چنین دنیای خود رو آماده کرد. در اون سالهای اولی که در مرکز جهانی علوم اسلامی برنامه ریزی می شد برای گسترش این حوزه های خدمت و فعالیت و حضور علمی حوزه علمیه و مرکز جهانی، برخی از
عزیزانی بودند از شخصیت‌های محترم دعوت می‌شدند برای جلسات برنامه‌ریزی. گاهی این سوال رو مطرح می‌کردند که خب ما چه نیازی به اینا داریم؟ مثلا اینا چه کار به ما دارد؟ ما هم کار خودمون رو انجام بدیم. اینا این حوزه‌ها به ما ارتباطی نداره. دانشگاه‌ها هستن، جاهایی هستن میرن این کارا رو انجام میدن دیگه. برخی از این عزیزان مربوط به کشورهای منطقه بودند، تحولاتی اتفاق افتاد، رفتند، مسئولیت پیدا کردند. یه وقت یکی از این بزرگان که شما هم میشناسید آمده بود، میگفت من تازه دارم متوجه میشم اون کارا چی بود. هر چه دارید و آماده شده بدید، ما الان نیاز داریم. الان من قدر این مطالب رو درک میکنم، اون موقع متوجه نبودم. ما این افق رو باید در نظر بگیریم. این توسعه هایی که در رشته های مختلف، عرصه های مختلف داره اتفاق میافتد، برای این است که یک حوزه علمیه توانمند پاسخگوی به نیازهای انسان امروز و تمدن امروز آماده کند. و این دیگه با تک رشته و با تک کتاب و با اونچه که میراث غنی و ارزشمندی است که ما به او افتخار میکنیم، با او به تنهایی اتفاق نمیفته. ما باید گامهای جدیدی برداریم. بنا نیست که دائما در یک نقطه بمانیم. پویایی حوزه علمیه اقتضا میکند که این گامهای بلند رو بردارد. این رشته ها و طراحی ها بر این اساس است. و اما همون نظام سنتی علمی که ما تحت عنوان نظام سطوح از او یاد میکنیم، اون هم به عنوان یک بخشی از این منظومه بزرگ امروز دیده شده. بسیار هم کارآمد و روزآمدتر از برخی از نمونه های مشابه که در برخی از جاها حوزه ها ارائه می شود یا می شده است. اون نظام سطوح هم به جای خود و برای حل اون نیازها و پاسخ به اون بخش از نیازی که در جای خود اون هم نیاز ارزشمندی است، فقه و اصول سنتی ما، نظام سنتی ما، اون هم برقرار است. امروز در منظومه علمی و آموزشی و تعلیمی و تربیتی المصطفی اون نظام سطوح هم برقرار است. در کنار این عرصه های تازه ما نیاز داریم راجع به مدیریت، راجع به اقتصاد، راجع به حقوق، عرصه های مختلف حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، با نگاه دینی، با نگاه الهی سخن داشته باشیم. و الا میشیم مصرف کننده همون تمدن مادی که بر اساس همون مبانی تنظیم کرده، این علوم را ارائه کرده. اگر بناست ما سخن تازه‌ای داشته باشیم بر اساس مبانی الهی، بر اساس مبانی دینی، متخذ از مبانی که از اصول طراحی شده ائمه هدی علیهم السلام قابل استنباط است، در این زمینه ها حرف داشته باشیم، بایستی بریم سراغ این طراحی های جدید. این یک توضیح اجمالی برای اینکه چرا امروز نظام علمی یک مرکز بین المللی علوم اهل بیت چنین وسعتی را در دایره علوم مورد نظر خودش ایجاد کرده است. قطعا در جامعه پاکستان، کشور دوست و برادری که الحمدلله از همون ابتدای شکل گیری این دولت و حکومت یک روابط توأم با صمیمیت بین دو کشور برقرار بوده، نیاز فراوانی به این عرصه ها هم وجود دارد که بایستی انشاءالله در طراحی ها، در آینده نگری ها، در اون سند راهبردی که جناب آقای دادسرش اشاره کردند
برای مناطق مختلف و پاسخگویی به نیازهای فکری و معرفتی و فرهنگی امروز اون مناطق طراحی شده، ما نیاز به این رشته ها و تربیت نیرو داریم. هنوز در آغاز مسیریم. مأموریت المصطفی هم مأموریت تربیت انسان عالم فرهیخته زمانشناس است. البته پشتیبانی کردن، خدمت رسانی کردن، در این حالی که دستگاه های دیگری، نهادهای دیگری در این زمینه وجود دارند، اون رو هم ما از مأموریت خودمون سلب نمی کنیم. دوستان عزیز اشاره کردند که خب مدرسان اعزامی، مبلغان، امامان مساجد، خادمان دین که در هر جایی دارن خدمت میکنن، اینها نباید فراموش بشند، نباید مورد غفلت قرار بگیرند. بارها در گذشته به برخی از مسئولان عزیزی که در این زمینه بالاخره اونها تکلیف دارند گفته شده بود که اینکه یک طلبه فاضل فداکاری محیط نسبتاً آرام حوزه را رها کند بره در خط مقدم مشغول خدمتگذاری و خدمت رسانی بشه، که هدف از این تربیت ها هم همین است، نباید باعث بشه که از اون خدماتی که به دیگران ارائه میشه محروم بشه. و چرا باید شهریش قطع بشه؟ چرا باید فلان خدمات از اون دریغ بشه؟ خب حالا قسمت هایش دست ما نیست، شما هم میدانید. بخشش هم که ما میتوانیم دنبال کنیم، دنبال خواهیم کرد. راجع به همین مسئله شهریه هم، با اینکه خب اشاره کردن برخی از دوستان عزیز که متصدیان و متولیان خاص خودش رو دارد، چشم، ما باز هم دنبال میکنیم. سال گذشته در خود قم با توجه به شرایط خاص اقتصادی نامنگاری هایی شد با شخص حضرت آقا و دفتر ایشون، که به هر حال شرایط خاصی است و اگر حمایت بیشتری صورت نگیره به هر حال زندگی برای افراد دشواری هایی داره. و همین مخاطراتی که دوستان عزیز اشاره کردند که آینده این حوزه ها رغبت برای حضور و خدمت ممکنه کاهش پیدا بکند، خب الحمدلله هم یک تدابیری اتخاذ شده در حد توان. ما محدودیت ها رو هم باید در نظر بگیریم و میگیریم و میدانیم و مشکلات رو هم کم و بیش همه ما میدانیم، اما باید این رو هم دنبال کرد. چشم، اون هم بر عهده ماست که چنین مسائلی که تا اندازه‌ای هم از حوزه مأموریت ما شاید بیرون هست اما بی ارتباط با ما نیست، انشاءالله اون رو هم دنبال خواهیم کرد. ولی اون چیزی که مأموریت تصریح شده ماست، مستقیم ماست و ما بایستی انجام بدیم، اولا عزیزان من، حداقل برای نسل جدیدی که تربیت می شود از دانش آموختگان، داشتن گواهی و مدرک علمی امروز جز ضرورت هاست. گاهی بعضی ها اشکال می گیرن که خب چرا شما سراغ این امور رفتید؟ بدون این گونه مدارک و شهادات علمی امروز حضور در عرصه های تأثیرگذار اجتماعی و فرهنگی دشواره. فرصت نمیدند، اجازه نخواهند داد که افراد ورود بکنند به عرصه های مؤثر و تأثیرگذار. حتما نیاز به این مدارک هست. ما وظیفه داریم این رو تسهیل کنیم و فراهم کنیم، حتی نسبت به کسانی که مراحل رو گذروندند در صورت امکان تکمیل نواقص بکنیم و اون مشکل رو براشون حل بکنیم. آموزش‌های مهارتی، این مهارت‌هایی که دوستان اشاره کردن، از مهارت تدریس گرفته تا مهارت اداره کردن یک مرکز فرهنگی، اداره کردن یک کانون دینی، مسجد، توانایی‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای، بسیاری از این توانایی ها و مهارت هایی که کمک می کند به قدرت تأثیرگذاری اون دانش آموخته،
شما 10 سال 15 سال عمر گذاشتید، یک سرمایه علمی کسب کردید. اگر 2 ماه 3 ماه هم انسان وقت بگذاره یک مهارت رو یاد بگیره، اون سرمایه 10-15 ساله را درست به کار خواهد گرفت و از اون سرمایه میتواند بهتر استفاده کند. ولذا توجه به این مهارت ها و آموزش های مهارتی و آموزش های ضمن خدمت یکی از وظایف ماست، وظیفه مستقیم ما هم هست. کسی جلو ما رو نگرفته، به عهده کسی دیگری نیست، عهده ماست. ما باید این کار رو انجام بدیم و انشاءالله دوستان ما طراحی میکنن و تلاش میکنن که این کار صورت بگیره. پیشنهاد بنده که در جلسه دانش آموختگان عزیز در لاهور هم خدمتشون عرض کردم این است که در فرمایش برخی از دوستان هم بود، فکر میکنم جناب آقای مقبول حسین اشاره کردن، کنار هم بنشینیم. یک دبیرخانه دائمی بایستی فارغ التحصیلان داشته باشند. تلاش ما همیشه این است که این انجمنهای فارغ التحصیلی شکل بگیره، یک دبیرخانه دائمی داشته باشه، بنشینه همین مسائل رو تک به تک روش فکر کنه دائم، با یک جلسه 2 ساعته 3 ساعته ای که اون کسی که میخواد سخن بگه حالا به من روشون نمیکنه چیزی بگن، به شما میان فشار میارن که صحبتم مختصر باشد، با 2 دقیقه و 3 دقیقه نمیشه این مشکلات رو حل کرد. اینا نیاز به تأمل دائمی داره. 10 نفر 15 نفر به عنوان مرکزیت انتخاب بشن، بنشینن دائما هفتگی جلسه تشکیل بدن، تک به تک این مسائل رو بررسی کنن، پیشنهاد بدن، بعد پیگیری بشه. حالا بعضیش ممکنه این پیشنهادها قابل تحقق هم نباشه، بالاخره 60%ش 70%ش که قابل تحقق است اونا رو برن دنبال بکنن و بسیاری از این مسائلی که اشاره فرمودید در اونجا قابل بررسی است، میشه اونها رو در این انجمنها به فکرشون بود. یکی از عزیزانمون فرمودن ما میایم قم دیگه نه تحویلمون میگیرن نه جوابمون میدن نه ملاقات بهمون میگذارن. اگر همین عزیزان این تشکل رو داشته باشن، خب ما یک بخشی داریم در معاونت بین الملل به نام اداره کل فارغ التحصیلان، دوستان عزیز که میان باید برن سراغ اونا. حالا بحث پذیرایی و مکان و اینا یه مسئله است، ولی خدماتی که اونا وظیفه دارن در ارتباط با دانش افزایی ها، حل مشکلاتشون، حل مشکل مدرکشون، کارهای دیگه شون هست، نمایندگی هم میتوانه وساطت کنه، کمک بکند. ولی اگر این عزیزان بنشینن و چنین جاهایی رو داشته باشن، حتی برای اون آمد و شدها هم گاهی میشود یک فرصتهایی رو فراهم کرد، چون یک امکاناتی گاهی وجود داره که به چشم نمیاد، ولی کسی که دنبال بکنه همون امکانات که مورد غفلت هم هست، مورد توجه نیست، میشه به کار گرفت برای اینجور مسائل. ما مراکزی داریم، گاهی یک جاهایی داریم، ممکنه هتل نباشد اما در حد طلبگی کسی بخواد بیاد و بره، میشه اون رو تدبیر کرد، به شرط اینکه این کس تک به تک نمیشه این امور رو دنبال کرد. هر نفری که خودش بیاد که نمیتوانه بره دنبال این چیزا، اما اگر یک جمعهای انجمنهای شکل بگیره این مسائل رو میشود دنبال کرد. خب قطعا نمایندگی محترم که به حمدالله دوستان بسیار هم دلسوز و هم پرتلاش در این مجموعه و با تجربه، و حمدالله دوستان با تجربه ای هم هستند، عزیزانی که در این مجموعه هستند و مقبولیت و محبوبیت لازم رو هم برای این کار دارند، اینا می توانند واسطه این خیر باشند، کمک بکنند. و این جلسات هم به همین نیت است که این احساس هویت، این احساس با هم بودن، اینکه ما در کنار هم به صورت جمعی و صورت گروهی بایستی کار رو پیش ببریم تقویت بشود. بله، خب هر کسی در یه گوشه جدای از دیگران بدون مساعدت و کمک دیگران چندان نمیتواند مشکلاتی از این دست را حل کند، ممکنه کار خودش رو در منطقه خودش پیش ببره، اما
بعضی مشکلات اشتراکی مشترک نیاز به این اشتراک مساعی و کنار هم بودن و داشتن تشکل و کار جمعی دارد که این رو انشاءالله عزیزانمون براش برنامه ریزی میکنن و امیدوارم به یاری خدا این انجمنهای دانش آموختگان ولو چند انجمن چون کشور بزرگی مثل پاکستان و جمعیت به حمد الله فراوانی که دانش آموختگان در این کشور دارند با یه انجمن کارش را نمیفته. چند تا انجمن فعال لازم دارد که انشاءالله با منطقه بندی مناسب میشه این کار رو طراحی کرد. من بیشتر از این مصدع شما نباشم، وقت هم گذشت. از همه شما عزیزان، بله فرمودن که این جزء مصوبات باشه، بله حتما جزء مصوبات باشه. بله.